سلام بر شما در این فراخبر. از اتهام ها تا هشدار امریکا، واشنگتن میگوید در امری پیکار با هراس افغانی به طالبان فشار می آورد. روسیه امریکا را متهم بر ناامنی منطقه می کند. آیا هراس افغانی در افغانستان هنوز یک تهدید است؟ همزمان با افزایش فعالیت گروه داعش در منطقه، وزارت خارجه امریکا میگوید طالبان باید به تمامی تعهداتش در امری پیکار با گروه های هراس افغان به شمول داعش عمل کند. کابل در واکنش میگوید پیکار امارت اسلامی در برابر تمامی گروه ها به شمول داعش جدی است. آیا داعش تروریسم امریکایی در منطقه است یا تهدید مشترک برای همه؟ حقیقت هراس افغانی و ناامنی منطقه چیست؟ و در نهایت آیا افغانستان بار دیگر قربانی رقابت های شرق و غرب می شود؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمس امانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان عبدالحمید خراسانی عضو امارت اسلامی و آقای محمد اسحاق اطمر استاد دانشگاه هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. و بس آقای خراسانی، اگر با شما آغاز بکنیم، همزمان با افزایش فعالیت خراسان داعش در منطقه، امریکا میگه ما به طالبان فشار وارد میکنیم تا در امری پیکار با هراس افغانی مسئولیت هایش را ادا بکنند. آیا مسئولیت امنیت در منطقه به دوش امارت اسلامی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با درود سلام خدمت شما جناب امانی صاحب، ادمر صاحب گرامی و بیننده های محترم. ممنون. ببینین، بارها در بس های جداگانه ما خطاب بر امریکا، جهانیان و هموطنان عزیز خود کردیم که جهانیان، امریکا، سازمان ملل و حامیانشان آدرس اشتباهی را دنبال میکنند. در حقیقت داعش کلام لشکر جنگی نیست، یک فکر افراطی است و این فکر افراطی بیشتر افراد و اشخاصش جلب توسط پاکستان ایران میشه. امریکا به جای بهانه جویی بالای مردم به افغانستان به دنبال پاکستان و ایران برود. ببینید مستندایی هستند که چه کسانی لشکر می سازند با نابودی مردم عراق و سوریه و چه کسی باعث می شود که اینمی تفکر افراطی سطح جهان و منطقه را تهدید کند. این همگی در مورد از اینها شواهد، اسناد، مدارک و دلایل معقول قانونی وجود دارد که پاکستان و ایران افراد داعش را تربیه کرده و جهان را به خاطر گرفتن پولهای اپراتیفی تهدید میکند. گزارش های نادرست، هم امریکا و هم ایران و هم پاکستان بدون شک. ولی ایران امریکا را متهم میکنه به حمایت از داعش. ببینید که ایران چی اشتباه و چی بدی میکند که در سوریه میرد 8000 سربازش کشته میشود. سوریه یک کشور مستقل با تهدید اهل سنت در سوریه باعث ناامنی در منطقه میشود. ایران چی بدی میکند که در عراق، اراضی مستقل، کشور مستقل مداخله میکند، اونجا به عنوان فاطمیون و امثال هم جهان تهدید میکند، هم منطقه را تهدید میکند و هم مردم و مسلمان ها را با هم درگیر می سازد. این همگی اتهامات قانونی و دلایل معقول است که ایران باید از بپذیرد. آقای خراسانی، هم ایران و هم پاکستان میگه ما قربانی داعش هستیم. شما میدانید که روسیه، حتی برخی چهره های امارت اسلامی، ایران، اینها گفتن که داعش دست پرورده امریکاست و امریکا اینها را حمایت میکنه. قطعا اشتباه است. در آن طرف مرز ایران و پاکستان پایگاه های برای ترویج فکر افراطی داعش فعال است. امریکا به جای دنبال کردن مراکز اصلی فکر افراطی و فتنه‌گر دشمن بشریت، آدرس اشتباهی را گرفته. افغانستان دارای یک حکومت مستقلی است که برای هیچ کشور همسایه و جهان تهدید نیست و اجازه برای کسی نمیتوند که مردم افغانستان و جهان تهدید کند.
اما پاکستان اتهام وارد میکنه که علیه ما کار گرفتن. ببینید خود مردم افغانستان و بخصوص مجاهدین امارات اسلامی قربانی و تحت تهدید فکر افراطی داعش است. این پرورده اینمی دو جناح کشوری است که اینمی دو کشور با اینمی پلان ها و اهداف شوم شیطانی که دارن امنیت منطقه و جهان را تهدید میکنند. تشکر. اگر جهان میخواهد که هم در افغانستان ها هم در منطقه و هم در سطح جهان فتنه داعش و ناامنی و تهدید برای بشریت ختم شود، باید است که رهبری اینمی دو حکومت فتنگر و میز محاکمه بین المللی کشانده شود و دلایل معقولی برشان پیش آورد. ببینید در هیچ یکی از مواردی که از طرف داعش فکری به نام داعش حمله صورت گرفته و اهداف مختلف، یک اتباع افغانستان نیست، یک نشانه و اسناد نیست که یکی از مراکز داعش در افغانستان باشه. اگر هست امریکا هم بفرماید، سازمان ملل هم، شهروند ایرانی هم نبوده، شهروند پاکستانی هم. ببینید ما دلایل برای شما گفتیم جناب امون، ما دلایل گفتیم. وقتی که ایران میره برای سرکوب دیگران لشکرکشی میکند، باعث نام ساختن منطقه میشود. هر کشور حق دارد که از اراضی مستقل خود دفاع کند، ولی اگر سبب ناامنی شد، باعث ناامنی شد، در نسل کشی دیگران دست اندازی کرد، دیگران هم برادر در برابر از او تدابیر می داشته باشد. بسیار تشکر. آقایت مر لانه امن داعش در منطقه کجاست و فکر میکنین که چیگونه حمایت میشه و کیها در عقیب این گروه است؟ تشکر آوانی سیب، سلام بر شما و همکاران شما، سلام بر جناب خراسانی سیب و تمام بیننده عزیز ما. تمام گروپ های حراس افغان تا از یک جای تنویل نشوه، حمایت نشوه، اونا قدرت توسیه و عملیات پیدا نمی کنن. اگر مشخص به سوال شما بیاییم، در سال 2017 داعش شاخه خراسان در وزیرستان به وجود آمد و البته زیر پوشش استخبارات پاکستان، بعدش هم توسط می استخبارات اینا به افغانستان فرستاده شدن، در ولایات شرقی افغانستان مثل نورستان و کنر و ننگرهار، و ما دیدیم که اینا در اونجا اول به بهانه از اینکه اینا مردم های بسیار عادی و پناهجو هستن، پس آنا همو در قسمت های شینوار همو مردم منطقه را اینا اذیت کردن، خانه هایشان را گرفتن، بالای به ما اینا را انفجار دادن و چیز ظلمایی که در حق از اینا کردن. بر صورت دمو وقت اما نظام جمهوریت تا اندازه تانست که جلو از اینا را بگیره، ولی یک تعداد از امو زمامدارای سابق گفته می شد که در قسمت امو عملیات های از اینا همکاری داشتن، شواهد هم در رسانه ها و در مطبوعات از او پخش شد. بر صورتش ما به این عقیده هستم که داعش و یا گروپ های افراطی دیگه امروز در منطقه از مناطق سرحدی پاکستان وجود نمیارند. پس اگر چنین باشه آقای اطمر، چون این موضوع خیلی مهم است، امارت اسلامی را میگه که باید در امر پیکار با حراس افغانی جدی عمل کنه، در امر پیکار با داعش جدی عمل کنه، این را امریکا میگه، آیا افغانستان لانه امن برای داعش است که باید امارت اسلامی اقدام بکنه یا جاهای دیگر؟ اگر جاهای دیگر است چرا آدرس را اشتباه میگیره؟ ببینن اگر ما به قرارداد دوحه مراجعه بکنیم، در اونجا چند مورد است که توافق شده بین طالبان و امریکا، و یکی از اویست که افغانستان نباید کشور باشه که از اونجا کشورهای دیگه تهدید شود. و بعدش هم شما دیدیم که افواهات مبنی بر ازی موجود است که اینجا گروپ های حراس افغان و افراطی اسلامگرا موجود است، ولی حکومت طالبا همواره ایگه بگفتن که هیچ تهدید متوجه دیگر کشورها نیست از افغانستان، و تا امروز هم
یکی است که آوازه های رسانه است، ولی اگر روی اسناد صحبت بکنیم یک چنین سند موجود نیست که واقعا او نشان دهنده از این باشه که کدام حمله، کدام حادثه به اصطلاح تروریستی در کشور دیگر صورت گرفته باشه و اسناد و شواهد را نشان بده که ای از طرف افغانستان یا در داخل افغانستان پلانگذاری شده و یا به این گروپ ها همکاری صورت گرفته. بسیار زیاد تشکر، ممنون. شما قایب خراسانی، چرا پس انتظار از افغانستان است وقتی برنامه ها یا حملات در افغانستان طرح ریزی نمیشه، از اینجا مدیریت نمیشه، گروه ها یا افراد از افغانستان به بیرون از افغانستان نمیره و عملیات را انجام نمیده، ولی باز هم منطقه و هم امریکا از امارات اسلامی توقع داره تا پیکار بکنه در برابر داعش، هرچند که امارات اسلامی هم میگه که ما به جدی عمل میکنیم در این امر. امارات اسلامی خود را ملتزم به این نمی‌داند که فرمایشات بی اساس و نادرست امریکا و دیگران را بشنود و یا در او متحد باشد که عملی کند، چرا که یک چیزی که وجود نداشته باشد در کشور ما، پایگاهی از او و مردم ما خودش به این تهدید و نظام ما به این تهدید شود از طرف دیگران. و امریکا باید است که بجای افغانستان به دنبال ایران برد، به دنبال پاکستان برد و به دنبال تاجیکستان برد، ولی امریکا می خواهد که به خاطر دست اندازی بار دیگر چشم اشغال دارد که ما بر از او پایگاه بتیم، پایگاه بگرام و امثال هم که او بتاند از طریق افغانستان کنترل داشته باشد بر چین و بر روسیه. این امکان پذیر نیست. دیگر افغانستان برای امریکا و جامعه جهانی کفر دیگر پایگاه و مراکز نظامی نخواهد داشت. درست، ولی آیا نیاز داره امارات اسلامی به همکاری امریکا در امر پایگاه با داعش؟ ببینید، امارات اسلامی به عنوان یک حکومت مستقل، قانونمند و اسلامی خود مکلف میداند که امنیت خود، مردم خود و افغانستان تامین بسازد. از آدرس مردم افغانستان و از آدرس افغانستان و امارات اسلامی هر گاه تهدید برای کشورهای همسایه و منطقه و جهان بود، او وقت ما پاسخگو بودیم می باشیم در قبال جهانیان. در غیر از او بهانه جویی های امریکا برای همه معلوم است که حرف حساسی و اصلی را برای شما یادآور شدم که هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور بدانند که فکر پایگاه مراکز لشکری به عنوان داعش، به نام داعش در افغانستان وجود ندارد. قطعاً اگر امریکا چی میخواهد؟ امریکا حرف اساسی و اصلی است که پایگاه میخواهد. مگه فشار میاریم بر طالبان میتونه؟ اگر فشار ما ایرا با قاطعیت و صراحت براتون میگم که فشار نظامی آوردن نمیتونه. امریکا پاسخ کوبنده ای که دریافت از مردم افغانستان به خصوص از آدرس مجاهدین امارات اسلامی دیگر اشتباه را قطعاً هم نمیکنه. ولی فشارهای اقتصادی و تحریم ها و دیگر این بیشتر قربانی از اون مردم عام خواهد شد، مردم مظلوم و بیچاره ای که همیشه توسط استعمار و مزدوران استعمار قربانی دادن، تهدید شدن و حقشان تلف شده. ولی فعلا هراس افغانی یک تهدید است برای خود افغانستان؟ هراس افغانی برای خود مردم افغانستان، برای مردم افغانستان، برای اراضی افغانستان و برای جهان تهدید است. ولی چه کسانی هراس افغانی را ترویج میدهند؟ چه کسانی برای هراس افغانی پایگاه میدهند؟ چه کسانی برای این عناصر فتنه‌گر و فکر افراطی که بر ضد بشریت است؟ خب معلوم دار که ما برای شما گفتیم پاکستان و ایران و تاجیکستان. نمیدونه امریکا؟ امریکا خب میدونه. امریکا به گونه تماشاگر سازماندهی همین عملات است، تماشاگر اینمی برنامه های شیطانی است. ولی هدف امریکا اصلا داعش نیست. برای شما یادآور شدم که هدف از امریکا سرکوب به عنوان داعش نیست. امریکا خودش میدانه، خود امریکا و جهانی ها میدانه که لشکر جنگی به نام داعش وجود ندارد. ولی فرمانده سنتکام چند روز پیش گفت تا 6 ماه دیگه ممکن است داعش از افغانستان علیه ما و منافع ما حمله کند. قطعاً اینجا یک نظام مقتدر در افغانستان حاکم است، هیچ قدرتی وجود ندارد که از آدرس افغانستان خود مردم افغانستان
و یا امسایه ها را تهدید کند و یا لشکرکشی کند. اصلا به عنوان لشکر و جبهه دایش وجود ندارد. با قاطعیت بنا به دلایل معقول برای شما گفته میدونم. اگر است خب شما دیگر دوستا، جهانیان، امریکا اسناد پیشکش کنند تا مردم بداند. این همه بهانه جویی است. اصل بهانه گرفتن پایگاه است. بسیار زیاد تشکر. آقای اتمر چرا اعتماد نمیکنه به امارات اسلامی وقتی میگه علیه هیچ کسی از خاک افغانستان استفاده نمیشه، ولی آقای خراسانی میگه باز هم اینها امیر زمزمه میکنه و هدفش هم این است که بار دیگه پایگاه بگیرم. شما چه فکر میکنین؟ خب مسئله رقابت های جهانی است. امریکا در پای بحران در منطقه است. امریکا هیچ وقت ایران میخواه که منطقه ثبات خود داشته باشه، بخاطر از اینکه رقیب از او که چین باشه تازه داره در منطقه سرمایه گذاری میکنه و برنامه های بسیار کلان و بزرگ بر سرمایه گذاری در منطقه داره. شما دو سه روز پیشتر شاهد از این بودیم که 5 نفر چینایی در ایالت پشتونخوا ترور شد و کشته شد. اینا کسایی بودن که اینا بر پروژه های چینایی کار میکردن، در بند برق پروژه هایی که چین در پاکستان داره. همچنین پروژه یک راه و یک کمربند میبینیم که این به ناکامی انجامید و سرمایه‌گذاری چین در این راه در حدود 60-70 میلیارد دلار عوض و ضایع شد. امروز چینایی ها هم به این مطمئن هستند که امریکا در پای ضربه زدن به پروژه های اقتصادیشان در منطقه است. به می ترتیب شما می بینید پروژه تاپی را اینا هنوز آغاز نکردند. و شما دیروز شاهد از این بودید که امریکا مخالفت خود با گاز ایران که به پاکستان میره مخالفت کرد. و اگر امریکا به دنبالی باشه که قدرت های منطقه دیگه سربالا نکنه، چرا این میدان رقابت باز افغانستان؟ خب افغانستان از نظر موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک خود بسیار مهم است. امریکایا و یا هر کشور دیگه که شامل از این رقابت است، اونا پشت از این هم میگردن که افغان خوب باشه یا خراب باشه. اونا نظر به موقعیت، نظر به ای که اینمی منطقه چقدر بر از اینا مهم است، به خاطر به استفاده گرفتن بازی های استخباراتیشان این مهم است. و افغانستان متاسفانه ای را بگویم که متاسفانه بر از ای که در طول 40-45 سال گذشته هم ما قربانی اینمی موقعیت استراتژیک خود بودیم و حالی هم هستیم. تا زمانی که رقابت های منطقوی ادامه داره، رقابت بین روس و امریکا و چین و امریکا و ایران و امریکا و ایران و سعودی و هند و پاکستان، متاسفانه افغانستان میدان از این بازی خواهد بود. تشکر. اینجا ما باید خیلی زرنگ و هوشیار باشیم تا خود از این بازی های رقابتی دور نگاه کنیم. در غیر از او بیشترین صدمه متوجه ماست. بسیار تشکر، سپاسگزارم. آقای خراسانی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگه امریکا را متهم میکنه به ناامنی در منطقه و نقل قول میکنه از هیلری کلینتون، میگه او گفته بوده که ما مجاهدین را جذب خواهیم کرد بیاین برند وهابی اسلام را به افغانستان وارد کنه تا بتانیم شوروی را شکست بدیم. یعنی به این معناست که امریکا در گذشته آنچه روسیه ادعا میکنه، امریکا در گذشته از خاک افغانستان استفاده کرده تا رقیبانشان را در منطقه سرکوب کنه. آیا این مسیر ختم شده، ادامه نمییافه؟ ببینید، خوب نقطه را اشاره کردین. در گذشته که مجاهدین تمویل میکردن، تجهیز میکردن، از کدام طریق میکردن؟ ابزار کی بود؟ همون نماینده امریکا عامیانه براتون بگیم کی بود؟ توسط پاکستان میکردن. امروز داعش هم که تمویل میشه، تجهیز میشه، تفکر برش داده میشه از طریق پاکستان میشه. بس عاملش در تهدید منطقه ایران است، لشکرش از تاجیکستان است، چه ربطی به افغانستان داره؟ ببینید، ما دلایل افغانستان به هر حال قربانی میشه، افغانستان در این مسیر قرار داره، مردمش، نظامش، کلش مورد تهدید اینمیسه من کشور است. ببینید، یک چیز ما براتون یادآور میشه.
خود آقای بایدن گفت که ایران کتیما نمی جنگه. ما براتون میگم همه گی هموطنان بشید، ایران و امریکا بازی موش به شکنجه میدن، اینها دشمن یک دیگر نیستن، اینها یک بازی شیطانی را برای نابودی بشریت پیش میبرن. ببینین ایرانی ها مردم فلسطین تحریک کردن، تشویق کردن که شما در برابر اسرائیل بجنگید، وقتی اونها پیش شدن جنگ از او مقدس است، جهاد در برابر صهیونیست است و از حقوق اساسی خود اونها دفاع میکنن که خاکشان اشغال شده، ولی پشت سر از اونها را خالی ماندن، مردم فلسطین تباه شد، برباد شد، قربانی داد. ایرانی ها مردم فریبکار، مردم دروغگوی. منظور ما از رهبری دولتیش است، با مردم عام هیچ، نه پاکستان نه ایران، هیچ کشور طرف ما طرفشون نیست، مخاطب ما نیست. ما به عنوان یک انسان به دور از سیاست، به عنوان یک انسان برای جهانیان سلام میکنم که اگر میخواهید که در عمد بمانید، اگر میخواهید که تهدید زیر عنوان داعش و دیگران باشین، سه کشور شما به میز محکمه جهانی بکشین، در نخست پاکستان، عاملش که ایران است و کسی که سرباز برای داعش میده تاجیکستان است. این دلایل معقول از اتهامات بی اساس نیست. ولی چطور ممکن است که دیگر قربانی رقابت ها نشه افغانستان؟ مردم افغانستان دیگر هوشیار شده، قربانی رقابت ها قطعا نمیشد. شما میبینید مردم افغانستان از جمله اتباع داعش نیست، در موارد مختلفی که وقایع، ولی میگن که رهبر شاخه خراسان داعش از افغانستان است. قطعا کی است؟ شما یاد نام شما گزارش ها را دیدین؟ گزارش روی ترس را دیدین؟ ثناءالله غفاری اصلا وجود نداره. ثناءالله غفاری کسی نیست، اصلا یک نام خیالی است. ثناءالله غفاری از کجاست؟ کی است؟ حتی گفته در حکومت گذشته تمامش یک کار میکرده، کارتش بیرون شده، همو حرفای خیالی است. همگی همین استخبارات منطقه یک چیزی را به نام ثناءالله، یک عکسی را و یک کارتی را ببینید، این همه چیزهای خیالی است، خاک زدن به چشم مردم است، بهانه‌جویی های ناحق است. در کل اصل پلان امریکا را ما برای شما گفتیم که خواستن پایگاه است و به خاطر گرفتن پایگاه از هم پاکستان استفاده میکنه و داعش را حمایت میکنه. تا به این هم ابزار دست استخبارات اجنبی بوده. فوج پاکستان مزدور است، مسئولینش مزدور است و پاکستان کسی است که برنامه استخبارات استعمار کهن که انگلیس و امریکا سیرا در منطقه پیش میبره با در هماهنگی ایران، مسئولین ایران و سربازش بیشتر تاجیکستان میده. چه ربطی برای افغانستان داره؟ افغانستان چگونه تهدیدی است برای جهان، برای امریکا؟ افغانستان در برابر کی، امارات اسلامی در برابر کی تدابیر بگیره؟ کی را سرکوب کنه؟ جا داعش وجود نداره. داعش دو طرف مرز، عاملش دو طرف مرز، سرباز جنگیش دو طرف مرز در تاجیکستان. از افغانستان امارات اسلامی کی را؟ ما تمام مردم خود از نگاه استخباراتی، مدارس خود، مساجد خود، مکاتب خود، پوهنتون‌های خود در شهر و منطقه زیر کنترل استخباراتی داریم. عناصر فتنه‌گر اجازه فعالیت برای در افغانستان هم نمی‌تونیم، در بیرون است و بیشتر جناب ادمر صاحب یاد کردن. یکی از ادبایی که یکی از وقایعی که صورت گرفته مردم افغانستان بوده باشه پیشکش کنم که مردم بذارم. آقای ادمر، 30 ثانیه وقت داریم. چطور ممکن است نام افغانستان از کنار تروریسم حذف شود؟ ما بارهای گفتیم، بار دیگر میگم، افغانستان به یک دیپلماسی بسیار فعال ضرورت داره و دیپلماسی یک تخصص است، یک دانش است. تا زمانی که ما امی دیپلماسی را به وجود نیاریم، تا به او معتقد نباشیم، ما مشکلات عدیدی خواهد داشتیم. بهتری خواهد بود که از این رقابت ها دور بانیم، حکومت خود ملی بسازیم و مسلکی برخورد بکنیم با تمام قضایا. بسیار زیاد تشکر آقای محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه، و آقای عبدالحمید خراسانی، عضو امارت اسلامی. از حضور هر دو مهمان گرامی، از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. پایان فراخبر، وقت بخیر.